دیسکاور، کشف کن حاج آقا، کشف کن ببینیم چه داره در دنیا پیرامونمون میگذره. درود فراوان، ویلکام تو انادر اپیزود آف انسسترز. چقدر بد گفتم انسسترز هیومنکایند اودیسی. تا جایی که بتونم میخوام این اپیزود رو طولانی کنم، چون خودم دوست دارم خیلی بازی کنم، الان حسشو دارم. پشت صحنه پلی دادم، زیادم پلی دادم، ولی فیمیل ها و مؤنث های قبیله فرتایل و بارور نشدن متاسفانه که بتونم تعداد افراد قبیله رو زیاد کنم و جهش های ژنتیکی بیشتری رو به نسل بعدی منتقل کنم. هاویور بذارید بزنیم بره آقا، فوقش چند تا از چیزایی که یاد گرفته بودیم تو این نسل از دست میره و تو نسل بعدی جبران میکنیم. خیلی جشن داریم، 14 تا هست. همینطور که دارم پلی میدم تعداد افراد قبیله رو زیاد کنم و تونتون جنریشنمون رو عوض کنم. آیتم منیپولیشن، سلف امپاورمنت. از این قسمتی که مربوط به حسه خیلی استفاده نمیکنم. اینم نمیخوام، یه دونه دیگه از اینجا بگیرم که بتونن تقلید کنن از قبیله. چینج جنریشن، بریم نسل بعدی. یس، مشتاقم بدونم چی میشن. بچه‌ها گنده میشن یا استخون میتره کنه، هورمون ها ترشح میشن، پدرش تبدیل میشه به پیر مجلس، خودش میشه یک جوان بالغ اکتیو و انرژتیک. 5 تا پیرپاتال قبیله خواهیم داشت. بچه چند داشتیم؟ 7 تا اگه اشتباه نکنم. رینسفورمنتامون که 7 تا بود. دانش رو انتقال میدیم به نسل بعدی 15 سال بعد. پیر مجلس قبلی هم که یه دونه بود به درجه‌ای نرسید، مرد. خیلی خلاصه بخوام میگم، spontaneous genetic mutation، a kid with a genetic mutation fully grown up. یکی از بچه‌هایی که خودش به طور ژنتیکی جهش پیدا کرده بود بدون اینکه ما کاری انجام بدیم بزرگ شد. If this adult stays alive, the singular genetic potential will be effect. آقا رضا داشتم میخوندم. Clan member dead. بچه نداریم. دبلی شد به پیر مجلس. 15 سال این پوست نارگیل اینجاست. تیکاش ولی خب فان بازیه دیگه. آهان، باروره. این باروره. این هم باروره. نر نداریم. آقا رضا کجایی؟ اون ته داری چیکار میکنی؟ شما هم که پیر شدیم مثل ما هاج خانم. پیر مرد پیر زن ها تو پارک که به هم سلام میدن. Adult, single. آها، این همونیه که میوتیشن داشته. دو تا از بچه ها میوتیشن دادن اگه اشتباه نکنم. مردی شدی واسه خودت. چیش خیلی الان جمعیت قبیلمون زیاده. ما می‌خوام زیادترش هم کنیم. تا باشه از این جمعیت زیاد کردن ها. همین اول کاری فیمیلا رو بارور کرده که بتونیم بچه داشته باشیم که انرژی نورال به دست بیاریم. کال میت. میت. خب نیو پرگننسی، این که بارور شد، برو سراغ نفر بعدی. سیستم چند همسریه. شیر بیش است دوستمون، ایپ قبیل است، زورش میرسه، توانشو داره، پولشو داره، چند تا زن میگیره، همینه که هست. کسی مشکلی داره؟ کپل فورمد. همه رو از دم تیغ میگذرونم. چه جالب، افرادی توی قبیله که باردار میشن این نقطه نارنجی میاد کنارشون. این دوستمونم که میله، بیاید اینجا ببینم آقا، بیاید دور هم جمع. آها یک فیمیل دیگه داریم که متابولیسم. این هم ژنتیک میوتیشن داره و میوتیشن و جهشش هم مربوط به متابولیسم و سوخت و ساز بدنه. فیزیولوژیکال هست. نیو پرگننسی، 3 تا حامله داریم. گیو برث، همتون به طور همزمان بذارید. الان گرفتم چی شد. هر چقدر که تونستم برای این نسل از ایپ ها جهش ژنتیکی جمع کنم، 3 تا بچه داریم. یس بیبی بی ریسپاند، چقدر جالب، داریم باهوشتر میشیم. هر چقدر که تونستم جهش جمع کنم سری میریم نسل بعدی و همزمان توی محیط بازی هم میریم جلوتر و کشفیات انجام میدیم. واتساپ، مشتاقم بدونم الان اِوولوشنمون چطوری شد. خب آهان، این میوتیشن ها به ما اجازه میده که کارهای جدید بکنیم. بهت غذا بزنیم بر بدن. یه دور دیگه هم میت کنم. از الان باید جمعیت رو زیاد کنیم، باید به فکر باشیم از همین الان. سه شیکم دیگه بچه‌ها زاییدن. خب دیگه فیمیلا بارور نیستن. خوشگله من، بیا بریم طبیعت کار جدید انجام بدیم. نمیدونی پسرم اینه که ماره، نزدیک این نرو. Lesson 1.
بخوایم میتونی عربده کشی کنی، شاید ترسید اینطوری. ترسید رید به خودش. ابهت من واقعا فکر نمیکردم اینقدر زیاد باشه، چقدرم بد رید به خودش. برو خونتون چاغالیدی پسرم، من که از ما گنده تره ولی ما باهوشتریم، با اون میرینه به خودش. نیزه دوستان و برادرانمون، او مای گاد، اینجا وقتی نیزه است یعنی اتفاق بدی اینجا افتاده، باید حواسم باشه. روی درخت ها اصولا جای به مراتب امن تریه تا پایین. سعی میکنم از رو همین درخت ها برم جلو، در دل ناشناخته ها و ناشناخته ها رو کشف کنم. ابجکتیو بعدیمونم اینه، ابجکتیو the jungle's father tree، یک درخت خیلی پیر پاتال و گنده احتمالا توی جنگلی که باید بریم ببینیم داستانش چیه. باید خیلی خوب مسیریابی کنم و هر چقدرم المنت های مختلفی رو شناسایی میکنم یه اتفاقی میفته. این دایره که پایین سمت راسته یک نقطه کوچولویی وسطشه، من به اون دقت نکردم، احتمالا اونم چیز خیلی مهمیه. گراز خر، گراز رو نگاه کن پسرم، یک گراز درخت رو باید بتونم بگیرم. یس، فقط میتونم بو کنم. کروکودایل، یه مقدار حسام ضعیف‌تر شده، از فاصله‌های نزدیک‌تر میتونم ببینم چیزها رو و باشون آشنا شم. فعلا به مسیر یابی خودمون روی درخت‌ها ادامه میدیم. چقدر عجیب، اونور فازش کاملا متفاوت میشه، اصلا پر درخت مرخته. البته درخت که همه اینجا هست، پر درخت نارگیله، منظورم این بود. آسمون چقدر زیبا بوده، هنوز بشر تر نزده بوده به طبیعت. صبحت بخیر عزیزم. بقایای خود من، چوبم هم اینجا افتاده، قبلا من اینجا مرده بودم. ببینی پسرم، نسل قبل ما اینجا اومده بودن، به فنای سگ رفته بودن تا ما بتونیم اینجا بیم قدم بزنیم. قلبم میریزه هر از چنگایی وقتی میپرم، میگم اگه یهو دستش ولشه چه اتفاقی میفته، ولی خوشبختانه تا حالا ول نشده. بدون هیچ دلیلی از اینا بزن به تنت. چیزای اضافیشم بکنم، حداقل اگه یک شرایط خطرناکی پیش اومده چیزی داشته باشیم تو دستمون. سخت بوده چقدر زندگی، کلن مسیریابی، همه چی پاره بودی. یه درخت عجیب غریب دارم میبینم. الان برفرض مثال نیم ساعت ضبط گذشت، حالا من نمیدونم چقدر ویدیو بشه این، صرفا برای اینکه بدونید. اینجا عسل زیاد میبینم و ریکس میکنم میام اینجا. درخت های جدید، پایتون. در اسرع وقت باید یه جای فوق العاده مناسب پیدا کنم برای اینکه بتونیم ستلمنتمون رو انتقال بدیم بهش. پشمام یکم دادو هوار کنم. برو خونتون چاقال، نمیدونم کجایی. برای دومین بار یا قابلیت جدید پیدا کردم، شیک دت اس. درخت رو میتونیم تکون بدیم و نارگیلاش میفته دیگه، نمیخواد دونه دونه بریم بکنیم خودمون. چیزای کاملا جدیدی دارم میبینم. آقا پایتون اشکال نداره، میام اینجا. اوکی، آها، این مار کوچولو است. تو چوسه مار چی میگی اینجا؟ برو خونتون بابا. مار چوسه واسه من آدم شده. بزنینم بگیرم تو دستم. آها، ببینم این چیه، چی میتونه باشه. واقعا هیچ ایده ای ندارم از اینکه چه میوه ایه. نیو فود دیسکاوری دیت، خورما رتب پیدا کردیم. چرا رتبا گنده بودن چند میلیون سال پیش؟ امشب دل من حواس رتب کرده دوستان. اینم من میخوام ببینم چیه، شبیه کدو میمونه. رب بریم بالا درخت، کسی مزاحممون نشه. آره، این دست خری که تو اون دایره از پایین سمت راست مربوط میشه به نورال انرژی. اینسپکت کن ببینیم چی تو دستته. این چیه تو دستم؟ پارت 10 نیو فود دیسکاوری. شبیه گلابی میمونه. مایوکنی افریکن دروپ، نمیدونم اصلا چیه، فقط افریکنش رو تاله شنیده بودم. ریدم تو این زندگی، مسموم شدم. بریم این بالا، به نظر جای جالبی میاد، جای خیلی خفنیه برای ستلمنت. تنها بدی که داره اینه که آب نیست. البته قبلا یک بخش بسیار زیادی از آبی که جانداران نیاز داشتن توسط غذایی که میخوردن تأمین میشده. خب رفتیم تو دل ناشناخته ها دوباره. کهکشان داره میره و میاد، در اصل این کهکشان نیست که میره و میاد، ما این که داریم میچرخیم و هممون داریم میریم و میایم. اصلا جهان جای بسیار عجیبتر از چیزی که مردم دوست دارن راجبش حرف بزنن. خیلی وقت آب نخوردم ولی اوکی، من نظر بدنی.
و اینجا وارد ناشناخته ها میشیم دوباره. خاطرات بد گذشته. Identify. متاسفانه رنج زیادی ندارم برای شناسایی چیزهای مختلف. پنیک میشه بدبخ. چیزهای تکراری شناسایی کنم حساب نمیشه. واقعا اینطوری میکنه تصویر آدم بدفاز میشه، چون اتفاقا میلیون ها سال پیش سر خودمون اومده و صدای ببر مبر رو میشنوی. اصلا کاری به این نداریم که الان ببر اینجا هست یا نه، جون ننت برو بالا، فقط تو صداشو میشنوی چون بدفازی. خودم هم دارم عرق میکنم توی دنیا واقعی. پشما مار کنارم بود داشت میومد که بزنه. پنیک شدم. وای نه. You're in panic, losing control. Dopamine is too low. پشمام. آقا مار اینجا. برا خدا. سر حالم ها. به لحاظ فیزیکی و جسمی خیلی انرژی دارم. ولی وقتی پنیک میشه حتی نفسش هم میبره. راستی این بازی خوراک داوود خدا دوست میوه‌خوار طبیعت‌گرد کوهنورده. تو مسیریابی درختی هم دارم کم کم حرفه‌ای میشم. این چیه؟ گراز. سریع از این باید برم بالا. همین حس هنوز در ما هست همچنان، فقط تبدیل شده به اینکه این ور اون ور خیابون رو نگاه کنی قبل از اینکه رد شی. الان ماشین میاد، قبلا گراز و ببر میومده. اینجا هم برای ستلمنت میتونه خوب باشه چون آب هست. رسیدم فاینالی. ببینیم چقدر نورال انرژی داریم. دوباره اینو گرفتیم. این سنس ها و حس ها خیلی مهمتر از چیزی بود که من فکرشو میکردم. اینم بگیریم، میتونیم منابع غیر خوراکی رو از فاصله دورتری شناسایی کنیم. این ورا دیگه کم کم داریم میریم سمت این که بدون نیاز به تمرکز بتونیم از حس هامون خیلی بهتر استفاده کنیم. دیگه نیاز نیست قفلی بزنیم که این بوی چیه، به طور اتوماتیک خودش پردازش میشه تو مغز بچه. چقدرم نورال انرژی داشتم، اینو قبلا نگرفته بودم. اینو بگیریم که بیلدمون سریع‌تر بشه. 6 تا رینفورسمنت داریم. بریم نسل بعدی. جنتیک میوتیشن ریویلد. آن میوتیشن های نسل قبلی عیان میشه. البته دیدیم همینو دقیقه پیش که وارد جنریشن جدید شدیم، داریم اینتلیجنت تر میشیم. 3-4 خوبه، تعدادمون هم خیلی زیاده. آقا بسم الله، دوباره از اول با تولید مثل کنم 10,000 ساعت. این نارگیله هم که همینجاست از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه، ارث میرسه، اولین ارث تاریخ جهان هستی. البته خیلی خودخواهانه است و خود بزرگبینیه که بگیم ما اولینیم در همه زمینه ها به عنوان انسان. از کجا میدونیم آقا؟ مگه ما رفتیم دیدیم کهکشان های دیگر رو که قبل ما حیات بوده یا نبوده؟ دستم هم تون شده تو تولید مثل، یا شاید اندام دیگه بدنم. الان دوباره 6 تا بچه داریم. این میوتیشن هایی که هستش کجا رخ داده؟ 1-2-3 اینا شاخه ها و چیزهای جدید رو باز میکنه. این بچه که الان به دنیا آمده ظرفیت زیادی داره برای به خاطر سپردنه. چیزهایی که مربوط میشه به حس بویایی بوها رو بهتر میتونه حفظ کنه. این مغزش بیشتر کار میکنه، میتونه جاهای بیشتری و یک جای خیلی مهم بیشتری رو به خاطر بسپاره. مموریش زیاد شده. و را که یکی دیگه از افراد قبیله است، البته این بچه هست هنوز، ظرفیت زیادتری داره برای اینکه موقع خواب متابولیزمش بهتر باشه. یه بچه دیگه متابولیزمش توی هضم غذا بهتره، میتونه چیزای بیشتری رو بخوره و ازشون انرژی بگیره. و یک بچه دیگه داریم که شجاعتره. اینجا ما داریم شجاعتر میشیم، عقلمون داره بهتر کار میکنه و نوج مقاومت بیشتری، تالرنس بیشتری نشون میده از خودش در برابر استرس و ترس وقتی که با خطر روبرو میشه. و کاری که الان میخوام بکنم اینه، یک پیر مجلس رو برداشته، پیر مجلس، پدر بزرگ، پدر جان، و چون میخوام بریم در دل ناشناخته ها، یک کودک کوچکم با خودم برمیداریم، حواسم بهش هست، نگران نباشید. یکی از نوه هامو بدید من میخوام ببرم نورال انرژی جمع کنم. آیا دوتا بچه بردارم نورال انرژی بیشتری میگیرم؟ این دفعه با دوتا بچه میریم، خطری که نداره انشالله. اینجا نمیشه، هم خدا رو بخوای هم خورما رو. حاج آقا با اینکه نمیترسه و شجاع،
تره و تجربه بیشتری داره. بذار من حلزونو بردارم، ولی استامینای کمتری داره. من حلزونو اپیزود پیش خوردم که اینتیمیدیت بترسونیدشونو، نورال انرژی جمع میشه هر چقدر که اینو بیشتر میترسونیم. میبینید این دایره گنده تر میشه. و چقدر جالب، چون نزدیک قبیله ایم، بقیه هم تو قبیله دارن سر و صدا میکنن و نورال انرژی هم اینطوری داریم جمع میکنیم. همه قبیله اومدن با همدیگه سر و صدا کردیم. بدبخت رید به خودش، بچه کودک کوچک تو اینجا چیکار میکنی؟ پیر مجلس سر و صدا کرد، همه اومدن. یو شاید سیو نشده وقتی اینو اینسپکت کردم. نیو فود دیسکاوری. ببینم الان با همین یه ریزه نورال انرژی که به دست آوردم چیکار میتونیم بکنیم. میتونم با ساکسس ریت بهتری از وسایلم استفاده کنم، یعنی موفق تر میشم در رسیدن به اهدافم از یک وسیله. کمتر سوتی بدیم موقع تک دادن. ساوند لوکالایزیشن هم بگیریم. توی کشفیاتی که با حاج آقا میخوایم انجام بدیم کمکمون میکنه از فاصله دورتری المنت رو شناسایی کنیم. تازه جالب شد بازی. نیو لرند ابیلیتی گراسپ کنترل. کلا سه تا ژن جدید داریم، بقیه هم شناسایی شده ولی باید نسلهای بعدی اتفاق بیفته. یه مقدار بیش از اندازه تولید مثل کردم داخل پرانتز. هنوز اینجا خیلی بدوی هستیم، هنوز وارد ساوانا نشدیم توی آفریقا. اینجا اتفاقات جالبی میفته و خیلی پیشرفته تر و پیچیده تر میشیم. از این کنار حرکت کنم، کسی اومد پرت کنم پایین خودم. یه پایتون عظیم و جسم سمت راستمونه. ای خارکنبه، آی تمام افتاد. پایتونه منو نیش نزد، یه دونه از این مارای بوزوی شخمی منو نیش زد. حاجاقا خوشبختانه به اعصاب خودش مسلطه. بذارید یکم خورما بخوریم. خوبی خورما اینه که هیچ کدومشون مسموم نمیشن، چون خوش میشه خورمای دیگه. خورمای خوشکم ما میخوریم خودمون به اون انسان هنوز. نه خوشبختانه، واقعا میخواستم بگم خوشبختانه اینجا ببر و اینجور جک و جونورا نیست. واقعا میخواستم بگم همین الان. ببینم حاج آقا میتونه ببر رو بترسونه. آره چاغال برو، حاج آقا تو نمیترسه. حاج آقا ببر رو ترسوند. ایول فایبر، فیبر پیدا کردم با استفاده از حس های قوی خودم. نکن پسرم اینو برمیداری میمالی به تنت، زخمات اوکی میشه. این بچه زیریه اینطوری گرفته خسته نمیشه. بنده خدا به جاهای جالبی داریم میرسیم. فقط تنها نکته منفی قضیه اینجاست که من نمیدونم الان در دل ناشناخته های میانه، چون پیر مجلس نمیترسه عموماً. چوبه این که کارت نمیاد، چون نمیخوام با هیچ موجودی درگیر شم اصلا. بچه همرامه، باید برم سمت اون ابجکتیوهایی که بزرگترن. دست خری که الان میبینیم بزرگتر که نه، منظورم اینه که اونا که دایموند هم نه، لوزی میشد این. اونا که لوزی این و الان مثلثی شد. حتی اون ورم داریم یه ابجکتیو خیلی بزرگ که من نرفتم اصلا سمتش. یا اول حرکات ریسکی من میکنم خیلی. نمیشه یه قبیله جدید پیدا کنیم کلن حاج آقا رو ببریم یه ور دیگه؟ حال ندارم برگردم. داستان مردهایی هستن که یه خانوادشون رو ترک میکنن میرن به یک شهر غریب و از اول زندگیشون شروع میکنن. اونور ساوانا، اونور دشته دیگه، جنگل داره به اتمام میرسه. دو تا گراز. اهمیت نداد حاج آقا، حتی نترسید. کار درست اینه که کلن نقل مکان کنیم اینور، چون محیط دید خیلی بازتره و خیلی بیشتر میتونیم ببینیم اطرافو. همه چیز عیانتره، معلومتره. تو جنگل خیلی خر تو خره، البته که قطعا اونجا خطرات خودش رو هم داره. طبیعت خودش سیستم راه و ترابری داشت وقتی سیستم راه و ترابری مد نبود. چقدر قشنگه همه چیش، آهنگش، تردادیش. قشنگیش هم به خاطر اینه که خودمون شاید قبلا اینجا بودیم و دیدیم اینا رو قبلا بارها.
دیسکاور، کشف کن حاج آقا، کشف کن ببینیم چه داره در دنیا پیرامونمون میگذره. لندمارک جدید The Two Rivers Junction، محل اتصال دوتا رود به هم دیگه. Junction Joint، لندمارک جدید. شاید جالب واقعا دوتا رود، البته جالب که قاعدتا باید دوتا رود میان بپیوندن به هم، چه انتظاری میشه غیر از این داشت؟ مثلا لاوا میرسه به هم ولی بهش میگن جایی که دوتا رود میرسه، خب معلومه دیگه. یه دقیقه کسی نیاد لطفا لیوان آب بزنیم بر بدن در روزی گرم تابستانی دیگه، باید خیلی جا هم ریسک کرد. محوطه کامفرت زون خودمون بریم پایین. یه جوره بیشتر موندن من توی این جنگل اصلا آب در هاون کوبیدنه، چون تقریبا هر آیتم یا هر شی یا چیزی که میتونستم باش اینتراکشن داشته باشم رو اینجا من دیدم و حرکت زدم باش با همه چیزهایی که میشد. اینجا رو دیسکاور کنم و ببینه یه دیسکاوری جدید. این پربارترین اپیزود اون بوده تا اینجا. لندمارک جدید جانگل کاسکید، کاسکید اوسس. فرق گذاشتم بین این بچه ها، این دوتا و چارتای دیگه چیز جالب و پشپریزونی دیدن. این دوتا ژن خوبن، این ژن برترن. Matured Neuron Intelligence، ایول ارتباطات نورونیمون هم تقویت شد. اگه جکی جونور وحشی نباشه فوق‌العاده است اینجا. غذا هست، آب هست، قارم دارم میبینم تا این بغل. یا ابل از هر جا من تعریف میکنم بپر تو آب. دارم بغل دستمون. دوستان برای ترمیم زخم. میترسم از اینجا هم الان تعریف کنم ببر بیاد، سوسمار، کایناسوروس، تیرکس، یوهو الان زنده شه بیاد. یک جای دیگر رو هم دیسکاور کنیم. قطعا اون درخت پیری که دنبالشیم نیست، یه لندمارک صرفا. The Orchard. شاید من یه مقداری دارم جلو میزنم از اچیومنت های بازی، شاید اینا رو به مرور زمان باید به دست می آوردیم. من اول رفتم اونایی که بعدن باید به دست می آوردم و به دست آوردم. الان یه نکته خیلی آزاردهنده برام اینه که هنوز نمیتونم با حیوانات وحشی، حیوانات وحشی مقابله کنم. کم انبه بزن بر بدن حاج آقا. تکسچرش هم شبیه انبه است. اصلا خونه کدوم وری بود؟ قاعدتا اون وری نبود. یه ابجکتیو دیگه، با اینکه نمیدونم اصلا چطوری داره اون پشت رو میبینه، ولی شاید قبلا دیده و تقریبی میدونه. نه دوباره از اول. برو بالا سریع آج آقا، برو بالا. پریدم پایین. وای بچه ها رو نزن. این بچه ها گناهی ندارن. حرومزاده بدبختی اینه نمیتونم اینتیمیدیتش کنم و بترسونمش. جونم نداره، پیره. خدا رو شکر کم خورما بزن حاج آقا. گراز اون ور داریم، مار اینجاست. دارم عادت میکنم به زندگی اجدادمون میلیون ها سال پیش. دیدشون و نوع زندگیشون، دغدغه‌هاشون. اینجا فول تو آنون و ناشناخته ها بوده، چون من با اون جوون اومدم اصلا نمیتونستم این سمت بیام و چیزای جدید رو دیسکاور کنم. حالا به این سمت. اوه چه میکنه این بازی کن. این هم که قاعدتا اون تری و درختی نیستش که دنبالشیم، ولی علارغم اون بیشتر شبیه مرداب میمونه. حتی مرداب هم شاید نه، ببینیم چیه. سوامپ، برکه، بیوتیفول.
دمتون گرم بچه‌ها، مرسی که این اپیزود رو هم تا انتها تماشا کردین. اپیزود بعدی رو میذارم برای آپگرید کردن بیش از پیش. الان کلی نورال انرژی و انرژی عصبی داریم برای اینکه آپگریدهای دیگه انجام بدیم. کلی میوتیشن داریم توی قبیله که تو نسل بعدی این اجازه رو بهمون میده دوباره آپگرید کنیم خودمون رو از نظر ذهنی و جسمی. آپگرید دارم میذارم برای خود اپیزود بعدی و اگه تایم شه کلا نقل مکان میکنیم میریم در دشت و صحراهای ساوانا. ویدیوهای بعدی میبینمتون. See you next time.